سلام عزیزان شنونده، با این امید که در سلامت جسم و آرامش الهی عیسی مسیح به سر میبرید، مطالعه دیگری در کلام خدا را آغاز میکنیم. عنوان این مطالعه هست گرسنگی و تشنگی برای خدا. گرسنگی و تشنگی برای خدا. آیات کلیدی مطالعه امروز در مزمور فصل 63 آیات 1 تا 11 هستند. عزیزان در ابتدا با هم این قسمت از کلام خدا را مرور کنیم. ای خدا، تو خدای من هستی، در صبح سحر تو را می طلبم، جان من مشتاق توست، تمام وجودم همچون زمینی خشک و بی آب تشنه توست. تو را در مکان مقدست دیده ام و قوت و جلال تو را مشاهده کرده ام. محبت تو برایم شیرین تر از زندگی است. پس لبهای من تو را ستایش خواهد کرد. و تا زنده ام تو را سپاس خواهم گفت و دستهای خود را به نیایش به سوی تو دراز خواهم کرد. جان من سیر خواهد شد و با شادی خداوند را ستایش خواهد کرد. شب هنگام که در بستر خود دراز می کشم درباره تو فکر می کنم. تو همیشه مددکار من بوده ای، پس در زیر بالهای تو شادی خواهم کرد. همیشه در تو پناه خواهم گرفت و تو با دست پرقدرتت از من حمایت خواهی نمود. اما آنانی که قصد جان مرا دارند هلاک شده به زیر زمین فرو خواهند رفت. ایشان در جنگ به دم شمشیر خواهند افتاد و طعمه گرگ ها خواهند شد. اما من در خدا شادی خواهم کرد. همه کسانی که بر خدا اعتماد نموده اند او را ستایش خواهند کرد. اما دهان دروغ گویان بسته خواهد شد. آمین. عزیزان وقتی ما به این قسمت از کلام خدا که فرمایشات داوود هستند از صمیم قلب و فروتنانه گوش می‌کنیم، به روشنی متوجه گرسنگی و تشنگی او برای شناخت بهتر از خداوند و بودن با او می‌شیم. همینطور وقتی ما به این قسمت از کلام خدا گوش می‌کنیم، در دل ما هم شور و اشتیاقی خاص افروخته می‌شه. شور و اشتیاق برای این که ما هم دلمون میخواد با خداوند چنین رابطه گرم، شیرین و دلنشینی داشته باشیم. حال سوال اینجاست که این شور و شوق شدید، این عشق و گرسنگی و تشنگی برای شناخت بهتر از خداوند و بودن با او از کجا سرچشمه میگیره و من و شما چطور میتونیم امروز از اون برخوردار بشیم؟ عزیزان پاسخ صحیح به این سوال اینه که این گونه گرسنگی و تشنگی نسبت به خداوند با سعی و تلاش انسانی ما به دست نمیاد. گرسنگی و تشنگی برای شناخت بهتر از خداوند و با او بودن محصول و ساخت یک کارخانه نیست. همچنین ما نمیتونیم خودمون را با زور و تلاش و تقلای انسانی وارد یک مرحله عاطفی کنیم که حسرت گرسنگی و تشنگی به خداوند را داشته باشه. دقت بفرمایید، عشق و علاقه صادقانه و بیغل و قش نسبت به خداوند فقط از جانب خود اوست. عشق و علاقه صادقانه و بیغل و قش هدیه ای از جانب خداوند و متعلق به کسانی هست که به عیسی مسیح ایمان دارند و برای او زندگی می کنند.
کتاب مقدس این نکته بسیار مهم را در انجیل اول یوحنا فصل 4 آیه 19 به ما یاد میده. این آیه میفرماید محبت ما نسبت به خدا از محبتی ناشی می شود که او اول نسبت به ما داشت. آمین. دوست خوب من، این به سادگی بدین معناست که تنها کسانی می تونن گرسنه و تشنه خداوند باشن که به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی شخصی خودشون ایمان قلبی دارند. کسانی که به عیسی مسیح ایمان ندارند و برای او زندگی نمی کنند، گرسنه و تشنه چیزهای دیگری هستند. چیزهایی مثل ثروت، امنیت کاذب، کنترل، شهرت و قدرت. متاسفانه عزیزانی که تشنه و گرسنه این قبیل چیزها هستند به اشتباه فکر میکنند که به دست آوردن آنها روحشون را ارضا میکنه. بسیاری از کسانی که به عیسی مسیح ایمان ندارند در طول زندگی خودشون تلاش میکنند تا هر نوع رابطه شخصی را که میتونن با دیگران ایجاد کنند به امید تحقق خواسته هایی که حتی اونها را درک نمیکنند. عزیزان، در اغلب موارد سرانجام تلاش‌های آنها، روابط متزلزل و انسانی آنها، کار و تلاش‌های بیش از حد آنها، انجام اعمال غیر اخلاقی هست. عزیزان، داوود نویسنده آیات کلیدی مطالعه امروز ما کاملا درک نموده بود که تنها خداوند راه حل واقعی برای رفع اشتیاق دائمی در قلب اوست. دوست خوب من و شما هم امروزه باید حقیقت بسیار مهمی را که داوود کاملا درک نموده بود فروتنانه و با تمام وجودمون بپذیریم. این حقیقت که قلب ما بیقرار باقی میمونه تا زمانی که در خداوند آرامش پیدا کنه. دوست من، آیا شما از تلاش برای برطرف نمودن گرسنگی و تشنگی روحتان با هر چیز دیگری به غیر از خود خداوند همواره احساس خالی بودن می کنید؟ با تمام قلب خودتون به سوی خداوند عیسی مسیح بیایید و کاملی روحی که فقط او می تونه به هر شخصی ارائه کنه را تجربه کنید. عزیزان، در پایان این مطالعه در کلام خدا از شما دعوت می کنم تا با خداوند گفتگو کنیم. خداوند، از تو سپاسگزارم به خاطر درس زندگی دیگری که امروز به من یاد دادی. خداوند، از تو سپاسگزارم زیرا که از تمامی خواسته های قلبی من کاملا آگاه هستی. خداوند، از تو سپاسگزارم زیرا که نیت قلب من را نیز کاملا می شناسی. خداوند، از تو سپاسگزارم زیرا که خداوند سخاوتمند، صبور و دانایی هستی. خداوند، من اعتراف می کنم که هر از گاهی چشم از تو برداشته ام و به خواسته های شخصی و خودخواهانه خودم توجه نموده ام. خداوند، مرا به خاطر این قصورم و سرکشی از تو در نام عیسی مسیح ببخش. خداوند، عیسی مسیح، من اعتراف می کنم که گناهکارم و به فیض، رحمت و بخشش الهی تو نیازمندم. خداوند، عیسی مسیح، من در این لحظه تمام جوانب زندگیم را کاملا به تو تسلیم می کنم. به قلب و زندگی من بیا و گناهان من را ببخش.
خداوند عیسی مسیح، تو خودت از گرسنگی و تشنگی که من برای شناخت بهتر از تو و زندگی با تو دارم کاملا آگاهی. خداوند عیسی مسیح، از تو درخواست می کنم تا با توان، حکمت و محبت الهی خودت گرسنگی و تشنگی قلب و روح من را برطرف نمایی. در نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. آمین. خدا را شکر. عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز ما در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. چنانچه در طول این مطالعه خداوند عیسی مسیح قلب شما را لمس نموده و به او ایمان آوردید، خوشحال میشم تا از شما بشنوم. همچنین چنانچه برای شما سوالاتی به وجود آمده، خوشحال میشم سوالات محترم شما را بشنوم و در صورت امکان به آنها پاسخ بدم. با تشکر از تمامی شما عزیزان، تا مطالعه بعدی در کلام خدا و شناخت باز هم بهتر از فیض، رحمت و محبت عیسی مسیح، آرامش الهی او همواره با شما. آمین. خدا در صلیب عیسی بهر ما شد، ایا مهر وی در جهان، وقتی او را فدا کرد تا بهرم بمیرد. جان را که بخشید فرزنداش، جلال برنامش برای فیضش، آنقدر دوست داشت جان را که بخشید فرزنداش. جلجتا وقتی اون ندا کرد، همه چیز تمام شد، نجات هم تضمین شد، نقشه الهیش در وجودم مر شد. جلال جان را